سلام دوستای خوبم، امروز یه تست انتخاب کردم از مبحث مدار الکتریکی که خیلی جذابه، توی کنکور 1401 تجربه اومده. میخوام امروز اینو با یه روش خیلی ساده و آسون حلش کنیم. خوشحال میشیم که ما رو همراهی کنید و از ما حمایت کنید. خب تستش به این صورت هست، گفته که در شکل زیر اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 18 اوم و 12 اوم با هم برابرن، مقاومت آر چند اوم هست، که برای تجربه 1401 بود. بچه ها برای تست مبحث مدار اول باید تو ذهنتون یه سری چیزایی رو حلش کنید. دقت کنید بچه ها، اول به ما گفته که اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 18 اوم و 12 اوم با هم برابرن. خب یعنی الان این و این مقاومت با هم دیگه برابر هستن. دقت کنید الان برای این شاخه، شاخه بالا با شاخه پایین با هم برابرن و با یعنی اختلاف پتانسیلشون، اختلاف پتانسیل شاخه بالا با اختلاف پتانسیل شاخه پایین با هم برابره. ما میدونیم در حالت موازی اختلاف پتانسیل هر شاخه با اختلاف پتانسیل کل با هم برابرن، یعنی اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 18 با اختلاف پتانسیل این شاخه و اختلاف پتانسیل کل و اختلاف پتانسیل دو سر این مقاومت 12 اوم با هم برابرن، یعنی اختلاف پتانسیل کل دو سر حالت موازی با اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 12 اوهمی با هم دیگه برابر هستن. خب دقت کنید، خب شدت جریانی که از کل این قسمت میگذره با شدت جریانی که از کل این مقاومت 12 اوهمی میگذره با هم دیگه برابر هستن. خب پس باید مقاومت کل، مقاومت کل شاخه موازی با مقاومت 12 اوهمی باید با هم دیگه برابر باشن. دقت کنید، مقاومت این حالت باید، مقاومت کل این حالت باید با مقاومت 12 اوهمی با هم برابر باشن. خب این دو تا شاخه حالت موازی دارن. من اگر مقاومت معادل اینو آرپرین در نظر بگیرم، خب مقاومت معادل این باید با 12 با هم برابر باشن. خب اول من مقاومت حالت اینو حساب میکنم، ببینید مقاومت معادل این شاخه هست آرپرین، خب میگم 1/18 بله 1/r مساوی هست با 1/r کل که مربوط به این شاخه ها میشه. خب که این باید با 12 با همدیگه برابر باشن، به جای آر کل میذارم چند؟ 12. خب حالا من اینو حلش میکنم، میگم 1/r مساوی با 1/12 منهای 1/18، مخرج مشترکشون 36، این ضرب در 2 میشه، اینم ضرب در 3 میشه که میشه 3/36 منهای 2/36 که میشه چند؟ 1/36. پس آرپرین من یا که 1/r شده 1/36، پس آرپرین من چند میشه؟ میشه 36. آرپرین چیه؟ آرپرین مقاومت کل این حالت هست. خب در حالت متوالی مقاومت ها با هم دیگه جمع میشن، مقاومت کل این شاخه شده 36. خب اینجا 9 تا دارم، چند تا دیگه مونده به 36 برسه؟ چند تا دیگه مونده به 36 برسه؟ 27 تا دیگه مونده به 36 برسه. پس مقاومت آر چنده؟ 27 و تمام شد. این تست به این راحتی حل شده. تمام تستای مدار رو دقت کنید بچه ها، اول باید تو ذهنتون اینها رو بررسی کنید، همشون از چند تا فرمول خیلی ساده حل میشن، اینها رو باید بررسی کنید، بعد اینها رو حلش کنید که اینقدر راحت اینو حل میشن.